ندای درون. برنامه از دکتر فرجان زینی. دوشنبه و جمعه ساعت 12 به وقت لس آنجلس از AFM. ندای درون. ندای درون، برنامه از دکتر فرجان زینی. دوشنبه و جمعه ساعت 12 به وقت لس آنجلس از AFM. با درود فراوان به شما عزیزان، به برنامه ندای درون خوش آمدید. من دکتر فرجان زینی روانشناس هستم و خوشحالم که برنامه دوشنبه ها که راجع به هیومن سکشوالیتی، روابط جنسی بین زوجها در حقیقت گفتگو میکنیم با متخصصین بسیار بسیار ارزشمند که امروز خوشحالم دوباره خانم دکتر بهار صدارتی تشریف دارن اینجا. ایشون دکتر داخلی اینترنیست هستن و دفترشون در لگونا هیلز هستش و حالا دلم میخواد بیشتر راجع به خودشون صحبت کنن و مسائل بسیار بسیار عالی که راجع به جنسیت مخصوصا خانم ها و مسائلی که برای اونها هستش امروز گفتگوی با شما داشته باشیم. مرسی از اینکه دعوت منو قبول کردین. دوباره متشکرم که مرسی، ممنون که دوباره منو توی برنامه‌تون دعوت کردین. سلام به تمام شنوندگان عزیز. بعد از تانکسگیوینگ هستیم و روز شکرگزاری رو به همه تبریک میگم. متشکرم خانم دکتر که منو دوباره توی برنامه‌تون داریم و خوشحالم. شما قولتونه که ماهی یک بار اینجا باشین دیگه، مینیمم. دیگه حالا من اگه نه میخواستم بگم شما جلوی همه دارین از من قول میگیرین با کمال میل. خیلی ممنونم. دفعه پیش لطف کرده بودین بر راجع به مواردی که کمک میکرد به بانوانی که چه در سنین بالاتر بودن که یائسگی رو داشتن تجربه میکردن و یا قسمت‌های مختلفی که ممکنه کمکشون میکرد رو مبحث‌ها رو باز کردین. امروز چه هدیه ای آوردین برامون؟ دوست دارم امروز راجع به female sexual disorders یعنی ناراحتی‌های سکسی و مسائل جنسی خانم ها صحبت بکنیم، چون ما یه خورده راجع به چیزهای مختلف صحبت کردیم که در حقیقت سکشوالیتی رو تحت تاثیر قرار میده، ولی به صورت خیلی طبقه بندی شده فکر کنم بهتر باشه راجع به صحبت بکنیم و به عنوان یک پزشک زن، چون بیشتر کسایی که پیش من میان اگر مسائلی دارن در زمینه مشکلات جنسی بیشتر خانوما هستن وقتی با من در میون میذارن، برای همین بحث امروز رو دوست دارم اختصاص بدم به female sexual disorders یا مشکلات جنسی و سکسی خانوم ها. تحقیقات نشون داده که توی آمریکا، یعنی در کشور آمریکا، حدود 40%، یه چیزی بین 42-45% میزان شیوع female sexual disorder هست. البته ما چون داریم برنامه رو پخش میکنیم و داریم به تمام ایرانیا، به قول معروف آوتریچ ما به تمام ایرانیا هست و خوشبختانه به کانادا، میخوام از این فرصت استفاده کنم و سلامی در حقیقت به دوستان ایرانیمون در کانادا بکنم، به خاطر اینی که از چند هفته پیش این فرصت برای ما به وجود اومده که از رادیو صدای ایران در کانادا دوستانمون اونجا صدای ما رو بشنوند. خیلی خوشحالم، بسیار عالی. و تصور من اینه که با توجه به قشرهای فرهنگی و میزان اطلاعات ما در زمینه مسائل سکسی و جنسی در فرهنگ ایرانی، احتمالاً این درصد بسیار از 40% بالاتر خواهد بود. و یه مقدار زیادی وقتی که صحبت میکنیم، حداقل جایی که من شنیدم در دفتر خودم، مقدار زیادی از میل به ارتباطات جنسی شروع میشه که شاید میل کمتر بشه و یا بدن، حتی وقتی که میل احساسی هست به نظر میاد که بعضی موقع بدن اون میل رو نداره، پذیرشش رو نداره. وقتی من داشتم به این مسئله نگاه میکردم، میان طبقه بندی میکنن مشکلات جنسی و سکسی خانم ها رو به 4 دسته. مشکل اول دیزایره، یعنی علاقه داشتن به انجام فعالیت جنسی. بعد دوم توی در زمینه اروزاله که در حقیقت خیلی جالب بود، من اینو برای خودم داشتم نگاه میکردم، اروزال میشه برانگیختگی. در حقیقت مراحل جنسی توی مشکلات جنسی در مراحل جنسی زنانه یا
مشکل دیزایره یا اروزال یا همون برانگیختگیه، اورگاسمیک دیزوردر یا مسائلی که مربوط به نقطه ای هستش، اورگازم در فارسی میشه اوج ارضای جنسی، و چهارمین هم مسائلی هستش که مربوط به پین هستش، پین دیزوردرز هست. بعد اتفاقا یه صحبتی که ما داشتیم صحبت میکردیم راجع به منوپاز توی خانوم ها، برای من جالب بودش که تقریبا تمام این چهارتا رو میتونین در زمینه یائسگی یا منوپاز ببینین، که امیدوارم در آینده ما فرصت داشته باشیم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. وقتی که صحبت میکنیم راجع به مسائل و مشکلات جنسی یا همون در زمینه اول که دیزایر هستش، دیزایر در زمینه علمی یا کلمه مصطلحش توی آمریکا که استفاده میشه همون لیبیدو هستش، یعنی دیزایر یا علاقه به شروع و یا داشتن فعالیت جنسی یا میل داشتن. دلایل مختلفی در این زمینه وجود داره که خانم ها رو درگیر میکنه. یکی مسائل روانی هستش، مسائل روانی مثل داشتن استرس، استراب، افسردگی و نوع رابطه ای که این افراد با پارتنر خشم. دارن خشم. خیلی موقع وقتی که خشم از رابطه وجود داره و از اون شخص وجود داره، میل به اینی که با اون شخص هماغوشی بکنن و در کنار اون شخص باشن اصلا به وجود نمیاد و بدن اون کشش رو نداره و دلش نمیخواد نزدیک بشه. این یه مقداره، یه مقدار زیادی هم استفاده میشه از اون موقعیت به خاطر اون خشم، یعنی ممکنه احساس بکنن مردشون این رو میخواد ولی چون خشمگین هستن ازش و حتی اگه میلم داشته باشن به عنوان یک پانیشمند یا دسیسه پانیشمند یک میخوان اون شخص رو آزارش بدن، مخصوصا این قسمت رو از اون میگیره که در حقیقت برمیگرده به مشکلات نزدیکی و ارتباط مستقیم و محکم داشتن با پارتنر که همون انتیمیسی میشه. چیز دیگه که بر من خیلی جالب بود مشکلات فیزیکاله، یعنی اگر که فرد مشکلی داشته باشه با حتی نیوتریشن یا تغذیه، تغذیه خیلی این موضوع رو تحت تاثیر قرار میده. میزان وزن افراد، آیا افراد خیلی اوورویت هستن یعنی وزن زیادی دارن، یا آندرویت و مالنیوتریش هستن، به خاطر اینکه هورمونای جنسی اکثرشون ریشه دارن توی کلسترول و چربی، و اگر که فرد مالنیوتریش باشه و میزان زیاد تغذیه خوبی نداشته باشه میتونه این به تولید و ساخته شدن هورمونای جنسی لطمه وارد بکنه. مشکل دیگه قبل از اینکه وجود بیاد، میدونین که از نظر لاغر بودن یا چاق بودن غیر از مسئله فیزیولوژی که مسئله چاق بودن ممکنه به وجود بیاره، از حالتی که یک زن تو بادی ایمیج خودش رو نگاه میکنه و احساس سکسی بودن نمیکنه، مخصوصا وقتی که خودش رو در حالت مقایسه میگیره با تمام زنایی که تو رادیو تلویزیون نشون میدن، روی مجلات نشون میدن، فتوشاپ شدن حسابی، و وقتی که اونها رو شما نگاه میکنی خودش رو که اون شخص میبینه که چاق شده از خودش بدش میاد و احساس سکسی بودن نمیکنه. وقتی احساس سکسی بودن نمیکنه حاضر نیست که این کار انجام بده. خیلی از کلاینت هایی که من دارم میگن که ما یه لحظه که میریم تو آینه خودمون نگاه میکنیم رومون نمیشه که اصلا لباسمون رو در بیاریم، یا فکر میکنیم که مثلا شوهر من، یار من امکان نداره بخواد منو ببینه و یا نگاه بکنه و خود اینم میل رو دوباره از بین میبره. اتفاقا بعد از این چیزی که میخواستم بگم بادی ایمیجه که بیشتر البته همون اوورویت بودنه، ولی حتی کسایی که خیلی لاغر هستن و مشکل دارن، یعنی با اون فیگری که دارن، با اون قیافه‌ای که دارن و خودشون رو توی آینه میبینن مشکل دارن و راحت نیستن، خودشون رو خواستنی نمیبینن و این رو به خودشون برمیگردونن که اگر من خودم رو خواستنی نمیدونم چطور ممکنه یک شخص ثالث یا شخص دوم بخواد من خواستنی بدونه کاملا. و بدتر میشه اگر که یارشون یک مقدار حساس باشه روی این موضوع، چه حساس باشه چه خیلی ساده بگم هیز باشه، یعنی اگر که کسی باشه که دوست داره به زنهای دیگه نگاه بکنه و همسر خودش یا یار خودش اونقدر اون اعتماد رو به نفس رو نداره، این مکررن در کنار هم برای اون زن این مسئله رو دوبل میکنه، چون وقتی که میره بیرون میبینه یارش به بقیه داره نگاه میکنه و بعد اون لحظه فکر میکنه که پس حتما من خوب نیستم دقیقا. و بیشتر و بیشتر میره پایین. اتفاقا این فیلد تخصصی شماست، ولی تو تجربه‌ای که من داشتم بادی دیسمورفیک دیزوردر، یعنی کسایی که با بدنی که دارن راحت نیستن، ریشش خیلی تو همین قضیه مقایسه است. یعنی افرادی هستن که در زمانی که
داشتن بزرگ می شدن، مدام به هر دلیلی اضافه وزنی که داشتن یا کاهش وزنی که داشتن مدام در مقام مقایسه با بقیه قرار گرفتن و هیچ وقت با اونی که هستن راحت نبودن و حتی اگر با اون چیزی که در مقام مقایسه با اونی که نرم جامعه است برسن هنوز کامفورتبل و راحت نیستن و بهش نظر علمی میگن بادی دیسمورفیک دیزوردر، یعنی هیچ وقت فرد تو اون جسم و اون پوستی که هست راحت نیست و همیشه خودش رو در حد استانداردهای قابل قبول جامعه نمیدونه. دقیقا. چیز دیگه ای که هست در همون قسمت فیزیکال، افرادی که در زمان حاملگیشون هست و یا اینکه دارن برست فیدینگ میکنن، این دارن بچه شیر میدن، به خاطر تعادلات هورمونی که به وجود میاد و حتی قیافه یک خانوم در زمان حاملگی و حتی در زمان بعد از زایمان از نظر فیزیکلی عوض میشه و اون روی میزان دیزایر، علاقه یا لیبیدوی که برای داشتن فعالیت جنسی داره تاثیر میذاره. این هم یکی دیگه از چیزایی که در زمینه فیزیکال قرار میگیره. این قسمت خیلی جالبه چون از آقایون من میشنوم بعضی موقع اوائل پرگنسی و حاملگی خانومشون بعضی موقع ها اونها هم عقب میکشن، بعضی موقع اوائلش میبینی میل آقایون بیشتر میشه به خانومشون، بعضی موقع ها ترکیبی رو که تغییر میده براشون متفاوته. مثل که تو جلسات قبلم یه مقدار راجع به این صحبت کردیم که برای آقایون خیلی موقع ها زن از تقریبا وقتی نوجوان هستن تقسیم میشه، زنهایی هستن که میشه مادر و خواهر و همسرشون، زنهایی هستن که باید باشون لذت ببرن و در نتیجه یک دفعه زن خودش که زنی بوده که باید قرار بوده ازش لذت ببره و اون بدن بدنی بوده که قرار لذت ببره، یه دفعه کاتگوریش عوض میشه، از این ور میاد جزو خواهر و مادر و مادر بچهش قرار بشه دیگه. درسته. در نتیجه یک ترکیبی یک دفعه تکون میخوره و میل اونها یک دفعه میبینید تفاوت پیدا میکنه و چون اون زن هم داره هورمونش تغییر پیدا میکنه و هورمونش اینو شما دوست دارم راجبش صحبت بکنه که چجوری ممکنه ترکیبش از اون حالت سکشوالیتی تغییر پیدا میکنه و اکسیتوسین میریزه که بیشتر حالت مهر براش به وجود میاد برای بچه، اون هم میلش به سکشوالیتی تغییر پیدا میکنه به سنشوالیتی، بغل بودن بیشتر، ناز کردن، میدونی حالت اتچمنت پوستی، تماس بیشتر هست تا فعالیت جنسی، تا فعالیت جنسی که بعد از اونم که زایمان اتفاق میفته که اکثر خانوم ها اصلا میلی به همچین ترکیبی ندارن. خب من توضیح علمی دارم برای این موضوع. الان که شما داشتین این رو میگفتین با توجه به اطلاعاتی که راجع به هورمونات در زمینه حاملگی داریم میشه قشنگ توضیحش داد. مسئله دیگه که میخواستم راجع بهش صحبت کنم هورمون ها بود. سه تا هورمونی که وجود داره، هورمون تستوسترون که هورمون مردانگیه و هورمون استروژن و هورمون پروژسترون که هورمونای زنانگی هستن. تحقیقات نشون داده همونجوری که دفعه قبل هم صحبت کردیم تستوسترون نقش بسیار عظیمی در زمینه سکشوال دیزایر و لیبیدو داره. حتی همون تستوسترونی که توی خانوم ها مقدار خیلی کم از غده فوق کلیویشون ترشح میشه. استروژن هم یه مقدار تاثیر داره، نه به اندازه تستوسترون، و هورمون پروژسترون اثر منفی داره روی سکشوال دیزایر و داشتن فعالیت جنسی. در زمان حاملگی وقتی که نطفه بسته میشه و جفت به وجود میاد و جفت و اون کیسه امیونوتیک که به رحم میچسبه و جنین شروع میکنه توش رشد کردن، همیشه یه شانسی هست که این بخواد جدا بشه. ما دیدیم بیماری هایی که وجود داره جفت جدا میشه. هورمونی که در زن خیلی بالا میره بعد از اون هورمون HCG که در حقیقت هورمون حاملگی هست، هورمون پروژسترونه. پروژسترون باعث نگهداری جفت به دیواره رحم و باعث نگهداری کیسه امیوتیک به دیواره رحم میشه. میزان پروژسترون در زمان حاملگی خیلی زیاده و پروژسترون اثر خیلی منفی در زمینه سکشوال دیزایر داره و این توضیح خیلی علمیه که میشه اینا رو به همدیگه ربط داد. وقتی که بر میگرده؟ به محض اینکه جفت خارج میشه از زن، هورمون HCG و هورمون پروژسترون کاهش پیدا میکنه و میتونیم ما به قول معروف حاملگی رو با این توضیح بدیم. ولی بعد از حاملگی اگر یک زن هنوز علاقه به داشتن فعالیت جنسی نداره، به خاطر این هستش که خب هنوز اکسیتوسین که همون هورمون مهرورزی هستش توی بدنش وجود داره، هنوز خیلی چیزا پرایوریتی هاش عوض میشه، در حقیقت اولویت هاش در ذهن یک زن عوض میشه. زنی که در حقیقت
یک طرف فعالیت جنسی رو تشکیل میداده 50% یک سکشوال ریلیشنشیپ بوده، در عرض یک بقول معروف اتفاق زایمان اینستنتلی تبدیل میشه به مادر. البته بیخوابی های شبم بیاثر نیست و یه موجود دیگه یه دفعه وارد پرایورتی زن، یعنی اولویت ها عوض میشه دیگه، یعنی شما احساس مادرانه رو در اول خواهید داشت تا اون احساس داشتن فعالیت جنسی، و خیلی هاشم برمیگرده به همون بادی ایمیج و خب اتچمنتی که اون اولش هست به اون بچه، یعنی اون بچه چند ساعت به چند ساعت باید شیر بخوره، همش توی فضای بدن یک مادر باشه، میاد توی تخت پدر و مادر میخوابونه، و اینقدر الان تحقیقات اومده راجع به این وصل بودن و اتچمنت اولیه نوزاد انقدر مهمه که بیشتر و بیشتر هم مادرها و پدرها رو میبرن به اون طرفی که بچه دائم باید یک جورایی با شما باشه، حتی تو تخوابیدنش برای یک سری ماها و یک سال حتی خوبه برای بچه، و این شرایط خب اون ارتباط زن و شوهر بودن و سکشوالیتی رو کاملا رولش رو داینامیک و رولش رو عوض میکنه، یعنی پدر و مادری که قبلا پدر و مادر نبودن، سکشوال پارتنرز بودن، الان پدر و مادر یک موجود جدید هستن و اولویت های هر دوشون عوض میشه. مقدار خیلی زیادی شاید توی مادر به خاطر هورمون اکسیتوسین، به خاطر برست فیدینگ، چون این چیزایی هستش که تو بدن مادر اتفاق میفته، ولی برای پدر هم صادقه کاملا. مسئله دیگه ای که باز توی این قسمت دیزایر وجود داره، یه مقدار کوچیکی هم دفعه قبل صحبت کردیم، داروها هستن. خیلی از داروها میان و سیستم مغزی رو از بین میبرن، یا در حقیقت تعادل مغزی رو از بین میبرن و عوض میکنن. داروهای ضد افسردگی، داروهای SSRI، داروهایی هستن که میزان سروتونین رو بالا میبرن، ولی از اون طرف به خاطر پتفیایی رو که عوض میکنن در مغز، میزان دیزایر و علاقه زنها رو برای داشتن فعالیت جنسی کاهش میدن. داروهای ضد افسردگی و داروهای ضد جنون، داروهای آنتی سایکوتیک هم همینطور، و داروهای تیرویدی، به خاطر اینکه یک ارتباط خیلی مستقیم بین تیروید و فعالیت جنسی وجود داره، چون هم غده تیروید و هم غده جنسی هر دوشون از یک غده دیگه به نام هیپوفیز دارن در حقیقت دستور میگیرن که چه جوری فعالیت بکنن. اگر که تیروید یک نفر به هر دلیلی خوب کار نکنه، یک مسیجی رو میفرسته به غده بالاتر که غده هیپوفیزه و دستورات هیپوفیز رو عوض میکنه، و هیپوفیزی که داشته دستور میفرستاده برای غدد دیگه، نوع دستور دهیش رو عوض خواهد کرد که به مراتب غدد جنسی رو هم تحت تاثیر قرار میگیره. این آسون ترین راهیه که من میتونم ارتباط تیروئید رو با مسائل جنسی توضیح بدم، چون وقتی شما به لیتریچر یا به تمام تحقیقاتی که ایجاد شده نگاه میکنین، به مسائلی که تو کتابهای پزشکی هست نگاه میکنین، همیشه عدم تعادل فعالیت های جنسی و عدم تعادل غدد جنسی، تغییرات قاعدگی در خانوم ها ارتباط کاملا مستقیم با فعالیت غده تیروئید داره. یکی از موارد میل که برای خانوم ها خیلی خیلی مهمه و من این نظر روانشناسی نگاه کردم، اینه که فرهنگی که مثل فرهنگ ما ایرانیان که قاعدتا برای خانوم ها کلا میل جنسی رو زیاد جالب نمیدونه، درسته؟ مثلا یکی از شرایطش اینه که میل جنسی آقایون انقدر زیاده که خب خانوم ها باید خودشونو بپوشونن و حق اینه که اونها هم میل جنسی داشته باشن آنچنان ندارن، و یا تنها جایی که میتونن حق اینو داشته باشن که میل جنسی داشته باشن به یار خودشون هست که در اون زمان به خصوص میتونن داشته باشن. ایده هایی که در سر زنها کردن برای اینی که سکس بده، باید نجیب باشی، اصلا سکس نباید داشته باشی، فقط یک وظیفه زناشوییه، درد داره و و و، خیلی موقع میبینم که برای خانم هایی که از ایران میان و در ایران بزرگ شدن، این نوع تفکر اصلا اجازه‌ای به تمایل سکسی نمیده و اجازه به اینی که این میل سکسی پرورش پیدا بکنه در بدن زن اونقدر نداره، چون دو قسمت، یکی اینی که انقدر بدن خودش این میل رو داره که قاعدتا برای خانم ها موقع تخمک گذاری اون میل ممکنه خیلی بالا بره، یک بار در ماه در مدت کوتاهی ممکنه دیگه بدن انقدر درخواستش رو داشته باشه که خودش رو نشون میده، ولی غیر از اون یه مقدار زیادی از میل جنسی روانیه، یعنی به خواستن لذت، تا اینی که بدن فقط به خاطر اینی که تولید مثل بکنه داره سیگنال میده. درسته. بسیاری از زنها در فرهنگ هایی که
اجازه به زن داده نشده برای میل جنسی داشتن به خاطر فقط لذت، اونها سرکوب شده و دوباره اینها رو برگردوندن برای اونها مستلزم ساعتها و شاید سالها رواندرمانیه که ما این مدل فکر کردن رو ما دوباره تغییر بدیم به اینی که you deserve to have pleasure و چطوری تازه میتونن با بدن خودشون آشنا بشن که قسمتهای مختلف بدن اونها این فضای لذت رو به وجود میاره و میتونه توسعه بده و اولین کسی که میتونه اون رو یاد بگیره خود اون زن با بدن خودش هست در حقیقت. دقیقا شما به نظر من ماها که توی این فیلد هستیم و داریم با مردم صحبت میکنیم یک وظیفه ای که داریم اینه که نشون بدیم که علاقه به داشتن فعالیت جنسی یا sexual desire مثل بقیه دیزایرهایی که یک فرد میتونه داشته باشه، مثل تمایل به داشتن خواب، غذا، استراحت، تفریح، لذت بردن از هنر، آرت و هر چیز دیگه ای میتونه باشه. ولی خب توی فرهنگ ما مسئله ای که هیچ وقت راجع به صحبت نشده، نه بین افرادی که مقدار بالغتر بودن، نه بین افرادی که با پدر مادرشون قرار بوده صحبت بکنن و اینا، بین پدر مادرها و فرزندان صحبت نشده. نه تنها باعث میشه که خانم‌ها به این قضیه به عنوان یک گناه نگاه بکنن اگر حتی در درون خودشون این احساس رو دارن و مدام خودشون رو مورد سوال و مخاطبه قرار بدن که شاید من مشکل دارم، چون هیچ کس دیگه ای راجع به صحبت نمی کنه، از کس دیگه ای نشنیدن. اگر شما اون احساس رو داری، منم این احساس دارم و هیچ وقت راجع به صحبت نمی کنیم، من فکر میکنم شما هیچ وقت این احساس رو نداری، راجع بهش هیچ وقت صحبت نکردیم و باعث میشه که مدام این احساس رو عقب بزنن و راجع بهش یاد نگیرن. مشکل دیگه ای که توی نسل جوانتر الان هست به خاطر اینکه این موضوع به اون بازی از طریق افرادی که نزدیکتر به اون شخص هستن بازگونه میشه و از طریق رسانه های دیگه، از طریق سوشال نتورک مثل فیسبوک، مثل اینترنت، مثل ماهواره چیزایی رو میبینن، میخونن و یا به صورت غیر کلاسیفای شده و طبقه بندی شده به صورت غیر علمی به دست بچه ها میرسه، میتونه عواقبی رو داشته باشه که اون وقت به خاطر نداشتن امکانات کافی و نداشتن اطلاعات کافی باعث میشه افراد کارایی رو به قول معروف فکر کنن درسته یا فکر کنن نادرسته، مثلا قضیه اکسپوز شدن به سکچوال ترانسمیتد دیزیز یعنی بیماری هایی که مقاربتی هستن یا قضیه HIV یا AIDS که ما باید به این به عنوان یه وظیفه فکر میکنم نگاه بکنیم، وظیفه اطلاع رسانی در مقابل فعالیت در باره فعالیت های جنسی، چون واقعا مثل غذا خوردنه. خانم دکتر صدارتی، یکی از مسائل جالبی که تفاوت پیدا میکنه بین طریقی که ما کلن ارتباطات جنسی رو داریم یاد میدیم به دخترها یا پسرها اینه که شما وقتی دقت میکنین دخترها لحظه اول اینه که خودتو بپوشون، کجاها رو باید بپوشونی، مواظب باش کسی به دست نزنه، داریم مکررن اونها رو پشتیبانی، حمایت، حق هم هست، یعنی با مقدار ابیوسی که بیرون هست و آزار و اذیت جنسی که از طرف فامیل، از طرف خانواده، از طرف غریبه ها اتفاق میفته مشخصا احتیاج هست به یک مقدار این مسئله. ولی میگم تفاوت رو نگاه، یعنی مقدار ابیوسی که آزار جنسی که برای دخترها و پسرهای کوچیکتر اتفاق میفته برای هر دو زیاده. مثلا تو آماری که در امریکا هست اینه که از هر 10 تا 5 تا دختر و بعد 3 تا پسر این آزار جنسی داره کودکی برشون اتفاق میفته. ایران خب آماری نداریم ولی استثناء زیاده. از کجا میگم؟ 25 سال من با کسانی که کار کردم که تو دفترم بودن و الاستثناء هر تقریبا همین آمار رو میتونم بگم برای کسانی که دارن حداقل تو دفتر من میان برای دختر و پسر وجود داره، برای کسانی که آزار جنسی دیدن به وسیله چه فامیل چه غیر فامیل. ولی پیامی که در حقیقت به مردها داره داده میشه همین نیست. به مردها داره داده میشه اتفاقا این پیام که هرچه زودتر تو باید بری تجربه جنسی بکنی، یکی رو پیدا بکنی که اون کار انجام بدی. حتی تو ایران این اینیشیت میکردن، میرفتن جایی که روسبیا هستن، مراکزی که بود که اصلا اون مرد رو اینیشیت بکنن، در که خانوم ها مکررن باید مواظب خودشون بودن به خاطر اینکه مردها فقط دنبال یه چیزی هستن، مواظب باش، آفتاب مهتاب نبینه و و و و، یعنی پیام مکررن این بوده برای اون شخص.
هر وقت که قرار بوده با یک شخصی بیرون بره، با یک پسری بیرون بره، پیامی که از خانوادهش باز میومده، از پدرش برادرش میومده اینه که این فقط دنبال یه چیزی هست و مواظب باش که به اون نرسه، چون اگر به اون برسه برای تو خیلی بده، برای پسر بد نیست، بلکه برای تو بده. نه، برای اینکه تو ولیو تو از دست میدی، ارزش تو در اون چیزه. یعنی خیلی جالبه که به دخترا یاد میدن که تمام ارزش تو در اون یک چیز خلاصه میشه. چنانچه تو از این چیز مراقبت و محافظت و اندازه کافی نکنی، نه تنها از دستش میدی، ارزشت رو هم با اون از دست میده. اون کسی که اومده دنبال تو دیگه دنبالت نخواهد آمد، چون تو دیگه ارزشی نداری. دقیقاً. و بعد مسئله مهارت میشه، به اینی که مسئولیت مهارت داشتن در مورد ارتباطات جنسی اولا که میفته گردن مردها، که اونها هم الزاماً در خیلی از فرهنگ‌های مثل فرهنگ‌های بسته‌ای که مثل ایران و عربستان و خیلی اونها هستش که زن‌ها احتیاجی ندارن که مسئولیت قبول بکنن برای مهارت ارتباطات جنسی، آقایون هم ممکنه که الزاماً احتیاجی نداشته باشن که مهارتشون رو بهتر و بیشتر بکنن. در نتیجه قسمت محدودیت پیدا می‌کنن، حتی در مقدار مهارتی که ممکنه احتیاج داشته باشه نسبت به فرهنگ‌هایی که از نظر سکشوالیتی خیلی بازتر هستن، مثل هندی یا مثل اسپانیش، مثل سیاه‌های آمریکایی آفریقایی، مثل کلاً اروپایی‌ها، که به خاطر اینکه این مسئله بازتر هست و مسئولیت این نوع مهارت داشتن و بهتر کردن خودشون در این مهارت، مثل اینکه در هر چیز دیگه‌ای، در هر ارتباط دیگه‌ای مهارت‌ها رو میرن یاد می‌گیرن، در این شرایط در فرهنگ ما میبینیم که هیچکس مسئولیت قبول نمیکنه برای مهارت پیدا کردن، و در نتیجه اونجا هم یکی از مسائلیه که باز به میل زنان صدمه میزنه، برای اینکه اون زن حس میکنه که من در رابطه ای دارم میرم که من قرار نیست مهارت داشته باشم، اصلا عیبه که من مهارت داشته باشم، مهارتم رو باید اون مردم داشته باشه، من که بلد نیستم هر مهارتی اون داشته باشه همینه که هست، و اگر من لذت نمیبرم از طریقی که اون داره با من عمل جنسی رو انجام میده، پس ناامیدم و کاری نمیتونم راجبش بکنم، و در نتیجه یک زندگی و دنیایی رو در جلوی خودم نگاه میکنم که باید حتی اگر عمل جنسی رو دارم انجام میدم، دارم جلو میرم با اینی که مرد من اون مهارت رو نداره، منم که نمیتونم جای دیگه برم یاد بگیرم، یا اصلا زشته که برم یاد بگیرم که اینا رو بخوام باش عمل کاری انجام بدم. و از اونجا هم میبینین که نه تنها میل به جنسی کم میشه، بلکه امید به فردای اون میل و لذت بردن هم کم میشه، و یواش یواش میذاریمش کنار، و بعد پیامی که اون شخص به نسل بعدی خودش هم داره میده اینه که حتی اگه دخترش با ذوق هم بیاد بگه که تمایل جنسی چیه، میگه خوبه خوبه ولش کن یه چیزی که حالا بالاخره بزرگ میشی میفهمی بالاخره یه کاری که بعد انجام بده اینو خوشحالش بکنی دیگه، ولش کن تموم میشه دیگه. و این پیامیه که داره جنریشن بعد جنریشن تو خیلی از افراد و فامیل میگرده. خب یکی از چیزایی که اتفاق خیلی به نظر من موضوع جالبه قضیه مهارت، برمیگرده به صحبت کردن راجع به این مسئله. وقتی که شما و دیدن، شما همه چیز فقط نمیتونی صحبت بکنی، نه حتی با پارتنر، وقتی که دو نفر که با هم فعالیت جنسی دارن از نوع مهارتی که از طرف مقابلشون میگیرن راضی نیستن، خوشنود نیستن، اصلا صحبت کردن راجبش وجود نداره تو خیلی از فرهنگا. نه تنها دیدن، نه تنها آموختن، نه تنها تمرین کردن، اون تمام ولید و درسته، ولی حتی اولین به نظر من چیزی که راجبش میشه صحبت کرد که من راضی نیستم، چه کار میشه کرد که اینو بهبود بخشی؟ ببینید باز اون سپلیت وجود داره. من یه دونه فیلم بوده شمال ایتالیا، رابرت دنیرو توش بازی میکرد، الان اسمش یادم رفته، خیلی جالب بودش که یعنی میخوام بگم فقط فرهنگ ما نیست، یه مقدار از فرهنگای دیگه هم هست، ولی فرهنگایی که این حالت داره که مثلا حسش این بودش که با زنهای دیگه بیرون میرفت، رابرت دنیرو توی این نقش با زنهای دیگه بیرون میرفت، بعد مثلا سکس داشت با دهان، اورال سکس داشت و سکس های مدل های مختلف داشت، بعد دوستش ازش میپرسید خب تو با همسرت این کارو نمیکنی؟ همسرم امکان نداره، این دهنیه که بمیدونم مثلا این بدنیه که به بچه ای من شیر میده و و و. یعنی همون حرفی که زدم که سپلیت میشه برای مردا، و خیلی موقع حتی مهارت هایی رو که ممکنه با معشوقه خودش میخواد تجربه بکنه حاضر نیست
که همون مدل مهارت ها رو با همسر خودش تجربه بکنه و یا زش میدونه که اصلا همسرش بلد باشه این مهارت ها رو. و این سپلیتیه که میگم خیلی موقع ها برای کسانی که در این نوع فرهنگ ها هستن به وجود میاد و بعد باعث و بانشی میشه که خود اون زن مسئولیت مهارت یاد گرفتن رو هم پیدا نمیکنه. و دلیلی که این دارم میگم، من که تمام خانم های ایرانی که اون بیرون دارین من گوش میدین، مسئولیت مهارت سکشوالیتی رو من دارم حداقل به شما میدم، خودتون باید یاد بگیرین. یاد بگیرین بدنتون چی احتیاج داره و چجوری به پارتنرتون یاد بدین که بدنتون چی احتیاج داره. از ویدیوها، از فیلم ها، از عکس ها، از کتاب هایی که همه اینا رو یاد میده میتونین یاد بگیرین و کمک بسیار بزرگی برای اون فضای خانم و خانوادتون خواهین کرد. خیلی جالبه که الان یه فلوشیپی هست یا یه فوق تخصص، یه رشته فوق تخصصی هست به نام sexual disorder. یعنی این موضوع یه چیزی که وجود داره، ما به عنوان پزشکان میریم راجبش درس میخونیم، یه سال دو سال از عمرمونو میذاریم و در این رشته تخصص میگیریم و بیمارایی هم که به ما مراجعه میکنن تنها و فقط مشکلشون مشکلات سکسی هستش. بنابراین چیزی که وجود داره، یک مسئله ای که در دنیای پزشکی هم شناخته شده است و خیلی به خاطر همین هم کتاب‌های زیادی و ویدیوها، عکس‌ها، مجله‌ها، بروشورهای خیلی زیادی به خاطرش در دسترس مردم برای ادویکیشنشون قرار می‌گیره. و مثل دیابت، وقتی یک فردی مشکلی داره که با قند خونشه و میره دنبالش، دفترچه میگیره، بروشور میگیره، غذاش رو نگاه میکنه، چجوری باید غذاش رو بخوره، چقدر باید میزان غذاش باشه، انسولین رو چه موقع باید بزنه، در مورد این بیماری خودش رو ادوکیت میکنه. The same thing همون واسه مسائل سکشوال هم وجود داره، چون در فیلد پزشکی کاملا پرورونده شده و قابل قبول هستش. یک لذت بسیار بسیار بزرگی رو خانم ها از خودشون میگیرن وقتی که به این قسمت وجود خودشون رسیدگی نمیکنن و وقتی که فکر میکنم من تنها دلیلی که این قسمت رو دارم استفاده میکنم در بدنم به خاطر مردمه و اگر که مردی نباشه در زندگیم یا اون کسی که هست من دستش عصبانی هستم و یا راهشو بلد نیست، مهارتشو بلد نیست، اون رو از خودم میگیرم. و این وقتی ما نگاه بکنیم که مثل غذا خوردن، مثل شیک پوشیدن، مثل موهای خوب درست کردن، مثل هر کاری که به ما لذت میده، این قسمت هم یکی از بزرگترین لذت‌های دنیا هست که دوباره خانم‌ها یه مقدار زیادی باید مسئولیتش رو خودشون قبول بکنن. برای اینکه تو فرهنگ ما یک زن مفعوله همیشه، اون چیزی که تو ذهنش جا گرفته اینه که در یک فعالیت جنسی من و همسرم دوتامون 50% سهم نداریم، من کننده کار نیستم، من کسی هستم که عمل این کار روی من ایجاد میشه و انجام میگیره. اگر ما بتونیم این رو به هموطنهای خودمون که الان داریم باشون با زبون فارسی صحبت میکنیم بفهمونیم که قضیه فاعل و مفعولی وجود نداره، It's mutual، یعنی 50% همکاری و هماهنگی بین دو نفر پارتنره، برای همین هر دوشون در بهبود بخشیدن به نوع رابطه مسئولن. دقیقا. تا چند دقیقه که هنوز باقی مونده من میدونم شما فهرست بسیار بسیار بزرگی رو برام آوردین، چیز دیگه هستش که بخواید در عرض 5 دقیقه آینده؟ ما چیزی که راجع بهش صحبت کردیم تا حالا دیزایر بود یا لیبیدو بودش، راجع به هورمونا و راجع به داروها صحبت کردیم. دو تا داروی دیگه ای که داروهای بیماری های روانی نیستن و خیلی از افرادی که دارن الان گوش میدن ممکنه روی این دارو باشن، میتونن نگاه بکنن، داروهای فشار خونه، داروهای بیتا بلاکر هستن. داروهای بیتا بلاکر داروهایی هستن که ضربان قلب رو پایین میارن و با پایین آوردن ضربان قلب فشار خون رو کنترل میکنن. به خاطر اینکه میزان فعالیت‌های جنسی به میزان، یعنی در حقیقت رسیدن به اون اوج فعالیت جنسی و اون علاقه خیلی بستگی داره به میزان خونرسانی در یک زمانهای بین ارگانهای جنسی، اگر داروی باشه که روی میزان خونرسانی تأثیر بذاره و داروی بیتا بلاکر نه تنها ضربان رو میارن پایین و خب خونرسانی رو ممکنه کم بکنن، بلکه با دیواره رگ هم در تماس هستن و دیواره رگ رو قطرش رو تغییر میدن و میزان خونرسانی رو عوض میکنن، یکی از در حقیقت شایع ترین ساید افکت ها یا اثرات جانبی داروهای بیتا بلاکر توی بیشتر مردا، کمتر خانم ها، کاهش علاقه به داشتن فعالیت های جنسی هستش. و خیلی کار سختیه، مثلا
یکی از داروهایی که اونقدر نمیتونن اشخاص انتخاب کنن، نه استفاده نمیکنن، فشار خونم بره بالا، سکته کنن، یعنی که سکس داشته باشن. داروهای جدید بتا بلوکر الان توی مارکت هستن که سلکتیو بتا بلوکر هستن و روی اون ارگان ها تاثیر نمیذارن و الان ما خیلی از بیمارامون که بیمارهایی هستن که در میدل ایج هستن رو داریم سویچ میکنیم از اون جنریشن قدیمی بتا بلوکر ها به جنریشن جدید بتا بلوکر ها. و چیز دیگه هم که تو فرهنگ ما شایعه میزان استفاده از مواد مخدره، به میزان بسزایی داشتن دیزایر یا علاقه با فعالیت جنسی رو کاهش میده. راجع به هورمونای بایو آیدنتیکال که برای کسانی که نمیتونن یا مثلا دیزایرشون کم میشه به خاطر اینکه هورموناشون کم میشه و یا نمیرن سراغ هورمونایی که وجود داره یا اینکه استفاده از اونها باز به خاطر اینی که مشخص شده که چه دوزیجی هست کار نمی کنه، راجب بایو آیدنتیکال هورمون ها آیا کارش بهتره از هورمون های دیگه نیست؟ تفاوتاش چی هستش؟ بایو آیدنتیکال هورمون ها به مراتب از هورمون هایی که فقط بدون این که کاستمایز بشه به فرد، یعنی فقط به صورت جنرال پرسکرایب میشه یا نوشته میشه، به مراتب بهتر هستن. پرکتیسی که به نظر من درسته در فیلد پزشکی اینه که فرد رو اول کاملا میزان هورموناش رو بررسی بکنن، ببینن چه هورمونی رو در چه زمانی هستن، چون این میزان هورمونا برای فردی که پری منوپاز هست، منوپاز هست یا در میدل ایج هستش یا حتی در ناحیه بلوغ هستش فرق میکنه. چنانچه میزان، یعنی با داشتن لب ورک یا آزمایش نشون بده که میزان هورمونای جنسی کاهش پیدا کرده، بین هورمونایی که فقط تجویز میشه و برای بدن شخصی که بیمار منه در حقیقت کاستمایز نشده، بایو آیدنتیکال ها رو برای فرد میسازن، یعنی با توجه به اون کسی که هست، با اون پروفایلی که بدن فرد داره درست میکنن، خیلی بهتر تأثیر گذاره. البته به عنوان یه پزشک من وظیفه خودم میدونم که همیشه آدمایی رو که روی یه هورمون هستن، چه هورمون بایو آیدنتیکال چه هورمون غیر بایو آیدنتیکال، بهشون اینفورمیشن و اطلاع بدم که شانس گرفتن بیماری های سرطانی که با هورمون ها در تماس هستن، مثل سرطان تخمدان، سرطان سینه و سرطان رحم و سرطان دهانه رحم رو بالا میبره و حتما برگردن به خانواده خودشون ببینن که آیا فامیلی هیستوری یا سابقه فامیلی این سرطان ها رو تو خانوادهشون دارن و حتما یک چکاب سالیانه و مداوم با دکتراشون داشته باشن اگر که روی هورمون هستن. خب تکلیف خانم هایی که نمیتونن این نوع هورمون ها رو استفاده بکنن به خاطر خطر سرطان و هورمون اومده پایین و میلی نیست، تکلیف اونا چی؟ میزان دیزایر توی فعالیت های جنسی برای خانم ها فقط با هورمون نیستش، پدفه های مختلفی وجود داره. یک قضیه خیلی مهم توی دیزایر برای خانم ها انتمسی و نزدیکیه، یعنی یک زن به فعالیت جنسی به صورت یک فعالیت رومانتیک نگاه میکنه و میزان نزدیکی که با پارتنرش داره و سیچویشن اموشنالی که داره، یعنی در اون فضای روانی که وجود داره چجوری هست، بهش خیلی کمک میکنه، یعنی با چه کسی این رو داره. دوم قضیه درده، یکی از مهمترین مسائل توی فعالیت های جنسی که فقط در مورد زن تقریبا صادقه، مسئله درده و درد برمیگرده به خشکی واژن که خشکی واژن با استفاده از هورمونای تاپیکال یعنی هورمونای موضعی برطرف میشه و بعد خود هورموناست. یعنی وقتی که ما میایم به مسائل جنسی، مشکلات جنسی یک زن رو به عنوان یک بیمار بررسی میکنیم، باید هر سه تا اینها رو در نظر بگیریم و اگر شانس گرفتن سرطان توی خانم به خاطر گرفتن هورمون بالاتر میره، خب میشه خیلی متناوب تر اون خانم رو مورد تحت به قول معروف آزمایش های اسکرینینگ قرار داد و به دو تا مورد دیگه هم یک نگاه عمیق تری کرد که دید آیا چیزی هست که ما در اون زمینه ما بهش توجه کافی نمیدیم و میتونیم الان درمانش کنیم و چنانچه اون دو تای دیگه که مسئله یه در حقیقت انتیمیسی و نوع روابط هست و پین هست، اونا رو تونستیم برطرف بکنیم و کاملا خیالمون راحت بود، موقع به
به قول معروف باید شما این دوتا رو با هم دیگه در نظر بگیریم، این کدوم شانسش بیشتره. اگر یه خانومی سابقه داشتن سرطان سینه، که سرطان سینه الان ثابت شده جنتیک هستش، یه جینی هست به نام براکو جین که فامیلیال برست کانسر ایجاد میکنه، اگر خواهرش مادرش برست کانسر دارن، من 100% بهشون رکامند نمیکنم که از هورمون استفاده بکنن، چون خیلی شایعه. یکی از بزرگترین مسائلی رو که من میشنم و مخصوصا راجع به این مسئله، اون اتیتود سکشوال بودن هستش. بسیار زیاد کتاب های البته به انگلیسی هستش الان که راجع به سکشوال اتیتود صحبت میکنه که چجوری اون رو در وجود خودش یک زن شروع بکنه و این رو ادامه بده، اینه که چجوری سکسی بودن رو اصلا تجربه بکنه، برای خودش حداقل این رو تجربه بکنه، و هر چقدر که این اتیتود سکسی بودن رو تجربه میکنه به میل اون اضافه میکنه. حتی کتاب هایی هست برای خانم هایی که درشت هستن و چاق هستن، Voluptuous Woman یه دونه کتاب بود، Sexy Voluptuous Woman، و تمام این کتاب راجع این بودش که چجوری ارزش به خودش بده برای اون قیافه‌ای که داره، حتی اگر متفاوته با این مدل هایی که در حقیقت باریک هستن و توی تمام مجله ها وجود داره. و اون اتیتود سکشوال بودن خیلی خیلی کمک میکنه، و اینو من بسیار و مکررن دیدم در کسانی که بسیار زیبا بودن ولی چون اتیتود سکشوال بودن رو نداشتن آنچنان جلب نمی کردن، و کسانی که ممکنه که به استانداردهای زیبایی وقتی که میذاشتیم کنار خیلی از کسان دیگه یا استانداردهایی که کلا در فرهنگ ها هست ممکنه به اون استانداردها نمیخورد، ولی شدیداً به خاطر اون اتیتودی که داشتن جذب میکردن مردها رو در کنار خودشون. و این یکی از مسائل بسیار مهمه که این حالت سکشوال بودن در خود شخص، سنچوال بودن و سکشوال بودن، میل به نزدیکی رو خیلی خیلی بیشتر میکنه. مرسی از اینه که یک برنامه دیگه با من بودین. مرسی از منو داشتین. ممنون. مرسی از شما عزیزان بینندگان و شنوندگان، کسانی که از رادیو گوش میدن، کسانی که با ما در تلویزیون هستن، و با ما باشید بر دوشنبه ها که راجع به مسائل هیومن سکشوالیتی از دیدگاه های مختلف، سکشوالیتی از دیدگاه زن، از دیدگاه مرد، و در جلسات دیگه راجع به سوینگرها، کسانی که مایل هستن که زوجهاشون رو تغییر بدن، که مثل این که خیلی باب شده دیگه یواش یواش بین ایرانیان، و همجنسگرایی، هوموسکشوالیتی، و و و تاپیک هایی که کلن راجع به سکشوالیتی انسان ها هست با هم دیگه گفتگو میکنیم. مرسی از اینکه با ما بودید. روز و شبتون خوش. خرد زندگی، مجموعه از سیدی های صوتی که شما رو به اعماق وجود خودتون میبره تا آرامش درون، خواب آسوده، رهایی از احساساتی که شما رو آزار میده و با بدن خودتون متصل میکنه، به زبان فارسی و انگلیسی. این مجموعه با صدای دکتر فوجان زینی شما رو هیپنوتیزم میکنه و کلمات تلقینی به کار رفته میشه تا شما رو سریعتر به اهداف خودتون برسونه، با موسیقی که به شما آرامش میده و با تکنیک مانورو بیت. برای سفارش این سیدی های صوتی با دکتر فوجان زینی در تارنمای fujan.com تماس بگیرید و یا با شماره تلفن 818-648-2140 818-648-2140. My New Life DVD سخنرانی در مورد رهایی از اعتیاد و رفتارهای معتادگونه، بیماری اعتیاد از دیدگاه‌های مختلف، تأثیرات مواد در بدن و روی مغز و تأثیر بیماری اعتیاد در شخصیت افراد و افراد فامیل، به وسیله سخنرانان دکتر فوجان زینی، دکتر ایرج شمسیان و مجید مولوی پور به زبان فارسی. برای سفارش DVD با شماره تلفن 818-519-5940 818-519-5940 و یا تارنمای mynewlifeprogram.com تماس بگیرید. ندای درون.
برنامه از دکتر فرجان زینی. دوشنبه و جمعه ساعت 12 به وقت لس آنجلس از AFM. ندای درون. ندای درون، برنامه از دکتر فرجان زینی، دوشنبه و جمعه ساعت 12 به وقت